یک بار در مراسم گشایش جرگه مشورتی سال حرف از گفتگو و تحمل گذشت. پاسخ اعتراض بلقیس روشن با مشت و لگد داده شد. بلقیس روشن در هنگام سخنرانی رئیس جمهور دست به اعتراض زد و شعار داد که رهایی زندانیان طالب باجدهی و برخلاف منافع ملی است. اما دقایق نگذشته بود که اعتراض او با مشت و لگد یک بانویی که گفته شده از کارمندان امنیتی جرگه بوده خاموش شد و از جرگه نیز به گونه جبری بیرون گردید. ویدیوشان معلوم میشه اینا دو نفر یکی دیگه خود تله کرده میرن در اونجا پای اردوشان چی میشه اردوشان لول میخورن. به هر صورت او موضوعی هستن که نباید به هیچ افغان به احترامی شوه. اعتراض حق هر شهروند افغان است. کسایی که به جرگه آمده به این معنی که عموم صرف یک تصامیم تایید بکنه، هر اینمی به تعداد 3200 نفر، 3200 تا مفکوره متفاوت وجود داره، 3200 تا خواستهای متفاوت وجود داره. ممکن اکثریت موافق باشه، ممکن اکثریت مخالف باشه، اما خفه کردن صدای عدالت خواهی یک شهروند و یک از اعضای جرگه، خاموش ساختن صد عموم جرگه هست. من منعیس یک زن افغان و عضو جرگه تقاضا دارم که از خانم بلقیس روشن رسما معذرت خواسته شود. امروز نیز یک کمیته کاری جرگه خواستار پوزش‌خواهی دولت از بانو روشن شد، اما این درخواست جنجالی شد و برای دقایق پیهم جرگه را مختل ساخت. درانو فندو گوش کده، لطخوب یک فرد چی زن باشه چی مرد، چی عضو پارلمان باشه چی یک دهقان این کشور یا یک خانواده معلول این سرزمین، به هیچ صورت تحت هیچ موازین قابل قبول نیست. بیشتر کاربران شبکه های اجتماعی هم از دیروز جمعه تا حال به همین موضوع پرداخته و برخی هم آن را خشونت یک بانو در برابر بانوی دیگر توصیف کردند. با وجودی که حکومت افغانستان پوزش خواستند از خانم وکیل، ولی به حرکت وکیل اوقدر مخرب نبود. حرکت وکیل باعث از این نمی شد که به فضای بلوی جلگر مخدوش بسازد. با اول لحاظ من فکر میکنم کسی که به عمل انجام دادن خلاف روحیه دموکراتیک و خلاف عدالت سالاری، خلاف مردم سالاری و خلاف قانون اساسی افغانستان است. خب در سال 2013 زمانی که رئیس جمهور پیشین حامد کرزی جرگه مشورتی را از بهر امضای پیمان امنیتی کابل واشنگتن برگزار کرده بود، بلقیس روشن در آن زمان نیز با شعار امضای پیمان امنیتی به مصابه وطن فروشی است اعتراض مشابه نموده بود. اجازه بدید هر کس حق داره صدای خود بلند کنه، اخوار ما حق داره صدای خود بلند کنه، هدف شخصی داره هر چی داره جرگه برعزیز که مردم صدای خود بلند کنه. با این همه امروز نیز برخی از شهروندان کشور با اعلام پشتبانیشان از گفته های بلقیس روشن برای ساعتها به جاده کارتی مامورین کابل در نزدیکی تالار لوی اجرگه دست به اعتراض خیابانی زدند. همه وشیانه به بلقیس روشن را محکوم میکنه.